نداری؟ آره نوستالژی غم انگیز میخوام بگم برنامه 90 اینو ما دبیرستان فاز عجیب فوتبالی بودیم، وحشتناک، یعنی تمام دیالوگ روز ما بازی استقلال پرسپولیس رئال بارسا بود. بعد دیگه همدیگر رو تخریب و اینا می‌کردیم. اون موقع هم ما دوم دبیرستان که بودیم پرسپولیس قطبی قهرمان شد. از اونجا به بعد دیگه همه چی دست استقلال قلعه‌نویی و اینا بود. پرسپولیس خوب نبود. بعد ولی برنامه 90 دوشنبه‌ها یادتون باشه شروع شد ساعت مثلا 10:30 تا 2:30 بعضی وقتا 3 صبح. بعد ما هم مثلا 6:30 باید بیدار می‌شدیم. تا آخر که میدیدیم، یعنی که فردا چهارشنبه صبح بچه‌ها چشا داغون، چشا خیلی خسته بود، ولی میشستیم اونو میدیدیم، فرداش میمدیم تحلیل میکردیم، خیلی هم حال میداد. همیشه هم من موقع میگفتم واقعا تنها شاید برنامه کارشناسی صدا و سیمای ایران بود که واقعا با کیفیت اجرا میشد. آره، یعنی جانبداری نمیکرد، خیلی حرفه‌ای انجام. حتی با اینکه آقای پرسپولیسپور پرسپولیسی بودن، آره قدیم بوده ولی واقعا خوب داشت. آره اینو فکر کنم خیلی نوستالژی داشتن ولی گرفتنش دیگه از ما. چه مثلا اومده بودی کانادا یا مثلا هنوزم نگاه میکردی دیگه؟ چون من اومدم کانادا، خب تایممون که نمیخورد ولی تیکاشو همیشه نگاه، من همیشه 90 درجه و یعنی دیگه یه چیز 90 در 90 بود، چی بود اونشو نگاه که خیلی باحال بود، یا مثلا تحلیل بازی پرسپولیس و اینا رو حتما میدم. ولی اون دوره دبیرستان ما کامل به فوتبال و این داستانا، استادیومایی که میرفت مدرسه رو میپیچوندیم، مثلا من که نمیپیچونم بقیه میپیچونم، موقعی که تعطیل میشه مثلا بازی آسیایی و ما میرفتیم، شعارهایی که میدادن اینا خیلی حال میداد. و اینا رو مثلا الان بهش فکر میکنی؟ مثلا دل تنگ میشه استادیوم با دوستاتون مثلا صحبت میکنی؟ همیشه هنوز هم ما مثلا اکیپای فوتبالی رو داریم، خیلی راجع به فوتبال حرف میزنیم. استادیوم مرتب میرفتیم، مرتب. یه بازی بود چندین سال پرسپولیس آسیا نبود، بعد سال اولی که رفت دوباره ما قشنگ بازی آسیا یادم میرفتیم نگاه میکردیم، خیلی هم حال میداد. کلی دایره لغاتمون اضافه شده بود و اصلا به نظر استادیوم یه جزء با کیفیت ترین تفریحاتی که شما میتونید انجام بدید اگه پسرید. توی اکباتان خب شما تو محوطتون اینا فوتبال اینا بازی میکردین دیگه، بعد تابستون ها از کجا آب میخوردین؟ شیلنگ. شیلنگ یا پارکینگ فواره هایی که از زمین اومده بود بیرون، فواره رو طول روز آخر روشن نمیکنن، فواره رو شب روشن میکنن. ما رو همیشه طول روز روشن، طول روز نه نه درشو درشو چیز میکردن، میبستن، یعنی میومدن یه ذره آب میدادن سر ظهر تو بلوک یک، اینطوری بود همیشه همینطوری، و ما هم داشتیم فوتبال بازی میکردیم و اینا رو میومدن درشو میبستن. بعد ما که قطعش هم میشد خب درشو وا میکرد دیگه، آب فواره میزد دیگه میمون دیگه، چون یه فشاری پشتش بود و اینا. بعضی موقع ها این آب فواره نمیزد، با شما اینو انقدر میکشید از روز زمین، از خود فواره تلمبه استفاده میکردیم واقعا؟ نه میگم از دهن تلمبه. خلاصه ما چیز ما یکی از خاطرات چیز نه نه خاطرات یعنی چی؟ یعنی میخوابید رو زمین و بعضی سر پا؟ نه نه این مثلا یه انقدی از زمین اومده بود بیرون دیگه میشست میشتستی میگذارن که آبا مثلا بتونی یه جوره آب بنوشی، یا مثلا شما توی بلوکتون چیز داشتین درخت توت، شاتوت ازش بالا برید، یه منطقه بود. نه خب بعضی بلوک ها نشت، مثلا بلوک ما هم سفید داشت هم توت قرمز داشت، ما دوتاشو داشتیم. آره نه بود همش بود. آره مثلا یکی از خاطرات مثلا تابستون ما این بود که فقط درخت بالای درخت توت بود. آره اونم آره کاریش نمیشه که. نوستالژی مثلا این ترم آخر خردادم بود که کولر آبیا شروع میکشد کار کردن، این بوه میمد میرفتی امتحان میدادی. اتفاقا توی چیزم جوابام گفته بودن بوی کولر آبی، من خیلی دوست داشتم. بعد که امتحانو میدادی برمیگشتی و اینا، یه سه بچه که دیوانه بودن وای میسادن سوالا رو همه چک میکردن جواب چی دادن اینا، ما میرفتیم زیر این درخت توتا، این دستا، پیرنا، لباس همه قرمز، اش خیلی ها خیلی ها مسموم میشدن، ولی ما بازم میخوردیم و خیلی حال میداد. ولی نوستالژی توپ دولایه. آره برد بودی دولایه کنی؟ ببین یعنی من توی بلوکمون هر موقع توپ میاردن ایمان دولایه کنه،
بعد چاقو اینا هم نه با کلید پاره می‌کردیم ما، یعنی اینطوری نبود که مثلا امکانات داشتیم، این ورشم دایره می‌زدی که سیاه آره. بیشتر ادامه پیدا نکنه. بعد درزش هم بعضی وقتا آب می‌کردیم لایه دومیه رو. اون دیگه خیلی حرفه. آره. نه نه ما چیزی ما دیگه به اون چاک می‌زدیم. آره، نه یه خوب بلد بوده نیاز نبود. یه یادتونه توپو که سوراخ می‌کرد یه بویی می‌زد. بله بوی پلاستی. فسی درجه ده. من یه چیزی که نوستالژی میشه برام قبلنا سرطان خالص یه بستنی قیفی میخوردیم توی باکس میومد، یعنی وقتی میگرفتی فکر کنم 6 تا حد یه تعدادی بود اون که تهش آدامس داشت. نه خیلی, خیلی ساده بستنی وانیلیه. آره. و اصلا یه مزه‌ای که این وانیله اون داشت، من چند سال پیش یکی ایران فکر میکنم از یه جا تونست بگیره و آه. اون مزه وقتی خوردم اون مزه دقیقا همون مزه قدیم بود و خیلی خوب بود. نمیدونم مثل شونه تخم مرغ بود بعد درش بسته میشد.